دارم دولت به بالی نامه دارم دولت بیدار به بالی نامه زمانی میتوانیم بدانیم صدف چرا فل بداهه میخونه، چرا مرصع خانی میکنه. این مرصع خانی فل بداهه، این مرکب خانی مضاعف از کجای تاریخ به او رسیده؟ اون وقت میتونه بفهمه چرا نیچه گفت هنرمندی که خود را بداند خود را تباه کرده است. اگر ما حافظ اینها نباشیم، بیت صاحب مصداق پیدا میکنه: روزی که ابر سرخ ببارد از آسمان، بخت سیاه اهل هنر سبز می شود. استاد، همینجور که می دونیم در واقع ردیف به عنوان پیکری اصلی موسیقی ما مطرح است و من و بقیه دوستانی هم که خدمت شما می رسیم معمولا این رو می بینیم که شما یک ردیف مقدماتی دارید که با یک چارچوب مشخصی تدریس می شه، بعد ردیف دوره عالیتون رو دارید که از اون حالتهای ابتدایی پا فراتر می گذاره، متنوع و پرحالت می شه. یه بخشایی هست که در قالب بداهه و مرکب اجرا میشه که به شکل مرصع شما بهش اطلاق میکنید اجرا میشن. در این باره اگر توضیح هست بفرمایید. من یه رو خونه دارم یواش یواش ضبط میکنم، مقدمات و دوره عالی و دوره بداهه و مرصع رو. بیشتر توجهم اینه، اصولا میخوام که اون تا حالا که خونده نشده اونا رو جبران کنم، یا دوستانی که توجهی نداشتن یا فراموش شده از اینا اونا رو تکمیل کنم. به اضافه همینطوری که فرمودین راجع به این بداهه ها، مرکب ها و اصلا قبل از میرزا عبدالله خوندن و خوانندگی ما این شکل بوده، برای اینکه جناب میرزا عبدالله بیاد آسون بکنه اینا رو آوردن 12 7 دستگاه و 6 تا آوازا رو مجزا کردن که هنرجو بتونه یاد بگیره. ما الان فرض کنیم بعضی جاها که بعضی جوان ها، بعضی سازدن ها، بعضی خواننده آدم صحبت میکنه شاید یه خورده براشون سخته، و بعضی موقع هم که من بعضی سازدن ها که لطف میکنه ساز میزنه به اینا میگم، اصلا یه دفعه میمونه میگم آخه شما چند تا خواننده دیدین تا اصلا طرز خوندن، طرز جواب دادن، طرز حالت خوندن اینا رو باید یاد بگیرن.
برای اینکه اون سبک که من میخونم یا دیگران شاید مثل من میخونن، اینا بسیار سخت برای نوازنده. همینطوری که گفتم نوازندگی کار بسیار مشکلیه، یعنی کارشون مشکلتر از ما. یه دفعه باید بگیرن، یه دفعه باید پس بدن به ما. وقتی ما میخونیم اون مجبوره یعنی بگیره، یه دفعه دیگه باید تحویل بده. باید نوازنده اینقدر کار بکنه تا دهنمون بگیم ها، بلافاصله اون جواب بتونه بده. مقصود از ردیف چیه؟ چرا اصلا ردیف ردیف میگیم؟ ردیف این بارا گفتم تو مصاحبه هم، آبیست برای ماهی. باید ردیف بدونی چارچوبه. این رو روک برای بچه هست، یعنی این ندونه نمیتونه راه بره، این ندونه نمیتونه بخونه. ولی از مقصود از ردیف یاد، حال ردیف یاد گرفتی چی کار باید بکنی؟ موسیقی ما اینه که باید دور بزن دور این ردیف. خب حالاست که از این ردیف چجوری است و اینا رو چجوری با هم دیگه تلفیق کنیم، چی کار باید بکنیم؟ بداغ بندگی مردن بر این در بر این در. جان او کرد ملک جان به جان به. مرسخان در جواهر سازی هم داریم، یعنی شما میدونید که مثلا ما بین دوتا جواهر چجوری یه نگین دیگه میکارن، اون مرسخ یا فرض کن چیزهای دیگه. یعنی که من خواستم احساس کردم که چون در موسیقی ما این جاش خالیه، هم برای جوان ها، هم برای اهل هنر، هم برای اونا که مشتاقن این کار رو انجام داده باشم. به این دلیل من این مرسخانه رو خوندم که در صورت بتونیم کاری انجام داده باشیم برای جوانامون، برای اهل هنرمون که جای خالی نداشته باشیم. مرحبای پیک مشتاقم بده پیغام